سلام، به خبری امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. در آغاز سرخطی اخبار. زنان بامیانی خواهان حضور پررنگشان در پروسه صلح شدند. ما و جامعه بین المللی می خواهیم تا تعهد و جدیت خود را در مورد حقوق و مشارکت زنان نشان دهند. حمله طالبان بر سی ولسوالی دایکندی، این ولایت با کمبود پرسنل امنیتی مواجه است. 44,000 مسافر از ولایت ها و 75,000 افغان از کشورهای منطقه در جریان وضع قرنطینه انتقال یافتند. و شناسایی 45 بیمار کرونایی در یک شبانه روز در کشور. مشروعی اخبار. همزمان با نشست خبری از سوی نهاد برابری برای صلح و دموکراسی افغانستان در 15 ولایت کشور، آنان خواهان حضور پررنگشان در پروسه صلح شدند. شماری از بامیانان بامیانی در یک کنفرانس مطبوعاتی از حکومت خواست که در پروسه صلح حضور آنان پررنگ باشد و حقوق زنان افغانستان پایمال نشوند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم. همزمان با نشست خبری از سوی نهاد برابری برای صلح و دموکراسی افغانستان در 15 ولایت کشور، آنان خواهان حضور پررنگشان در پروسه صلح شدند. شماری از بانوان بامیان در یک کنفرانس مطبوعاتی از حکومت خواسته که در پروسه صلح حضور آنان پررنگ باشد و حقوق زنان افغانستان پایمال نشود. این بانوان همچنان از گروه‌های درگیر در افغانستان خواسته که هر چه زودتر آتش بس نماید و وارد گفتگوهای بین الافغانی شود. آنان نیز گفتند که نصف جمعیت افغانستان را زنان شکل می‌دهد و آنان این را لازم می‌دانند که حداقل 30% از اعضای هیئت مذاکره کننده در گفتگوهای صلح را زنان شکل دهند. ما حضور ما فقط زمانی معنی دار است که حداقل 30% اشتراک کنندگان همه نشست‌های صلح در تمام سطوح شامل زنانی باشد که دارای تجربه و شهرت در ترویج، حمایت و دفاع از حقوق زنان باشند. حضور تنها 730 زن از 3400 نماینده‌ای که فقط 21% را تشکیل می‌دهند برای ما قابل قبول نیست. آنان از شورای عالی مصالح ملی خواستند که به حقوق بازمانده‌های قربانیان جنگ در افغانستان احترام گذاشته و باید تمرکز بیشتر بر نشست‌های مشورتی و اقشار مختلف جامعه به خصوص به بازمانده‌های جنگ داشته باشد. آنان از شورای عالی مصالح ملی خواسته که به حقوق بازمانده‌های قربانیان جنگ در افغانستان احترام گذاشته و باید تمرکز بیشتر بر نشست‌های مشورتی و اقشار مختلف جامعه به خصوص به بازمانده‌های جنگ داشته باشد. این بانوان گفته که بعد رهایی 400 زندانی طالبان از سوی حکومت افغانستان، طالبان دیگر هیچ بهانه‌ای برای مانع گفتگوهای صلح ندارد و به زودی این نشست‌ها آغاز گردد. از سوی هم این بانوان برای آینده افغانستان و آمدن صلح در کشور خوشبین اند و میگویند که حکومت طالبان و جامعه جهانی به وعده‌های خیش پابند است و باشنده‌های افغانستان در آمدن صلح دائمی حمایت می‌کنند. مقام‌های محلی ولایت دایکندی تایید می‌کنند که گروه طالبان شب گذشته بالای 3 ولسوالی آن ولایت حمله کردند که در نتیجه آن تنها در ولسوالی پاتو در دایکندی 6 نیروی خیزش مردمی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. محمد علی اورزگانی، معاون والی دایکندی، امروز شنبه 25 اسد بر رسانه‌ها گفت که گروه طالبان شب گذشته بالای 3 ولسوالی ولایت دایکندی حمله کردند که این حملات طالبان در ولسوالی پاتو گسترده بوده است. آقای اورزگانی افزود گروه طالبان شب گذشته از منطقه خلیج ولایت اورزگان بالای مناطق لوره شیو و دره زین پاتو حمله کردند که در نتیجه آن 3 پاسگاه امنیتی به دست طالبان افتاده و نیز 6 نیروی خیزش مردمی کشته و 16 تن دیگر آنان زخمی شدند. از سوی هم غلام سخی غفوری، فرمانده یا پلیس دایکندی، بر رسانه‌ها گفت که منطقه تحت حمله طالبان در ولسوالی پاتو حدود 185 کیلومتر از مرکز ولسوالی فاصله دارد و یک دره صعب العبور است. فرمانده پلیس دایکندی تاکید کرد که درگیری پایان یافته و پرسنل امنیتی در ساحه وجود دارد. همچنان در جریان یک ماه گذشته یا اخیر در ولسوالی پاتو 32 نیروی امنیتی شامل پلیس ملی، پلیس محلی و نیروهای خیزش مردمی در حمله طالبان در این ولسوالی کشته و زخمی شدند.
با وجود محدودیت ها در جریان وضع قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا در حدود 222 پرواز داخلی صورت گرفته و بیش از 44,000 مسافر از یک ولایت به ولایت دیگر منتقل شده اند. قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی که در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری صحبت میکرد، افزود در 412 پرواز خارجی در جریان وضع قرنطینه بیش از 75,000 افغان از کشورهای منطقه به افغانستان انتقال یافتند. به گفته وفایی زاده در نیمه اول سال مالی 1399 از طریق دهلیز های هوایی 3251 تن اموال صادراتی افغانستان به کشورهای عربستان، ترکیه، هند و از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی صادر شده است. او تاکید کرد که شیوع ویروس کرونا تاثیر مستقیم بر میزان عواید اداره هوانوردی ملکی داشته و عواید نیمه اول سال مالی 1399 این اداره در مقایسه با زمان مشابه آن در سال گذشته 4 میلیون دلار کسر داشته است. بر اساس محاسبه اداره هوانوردی ملکی، شرکت های هوایی آریانا و کام ایر به گونه مجموعی در نیمه اول سال مالی 1399 نزدیک به 3 میلیون دلار زیانمند شده است. در نیمه اول از سال مالی 1399 به گونه مجموعی 6686 گرم طلا، 303555 دلار آمریکایی، 26830 گرم مواد مخدر، 817 اسلحه خفیف و 75104 امتعه ممنوعه از پروازهای داخلی و خارجی در 4 میدان هوایی بین المللی افغانستان کشف و ضبط شده است. و خبر اخیر این که وزارت صحت عامه افغانستان با نشر داده‌های تازه نوشت با شناسایی 45 بیمار کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته شمار دچار شدگان به ویروس کرونا در این کشور به 37551 نفر رسیده است. بر پایه داده های این وزارت در 24 ساعت گذشته 105 نمونه مشکوک به ویروس کرونا در آزمایشگاه های این وزارت آزمایش شده که نتایج آزمایش 45 موردی آن مثبت تشخیص شده است. این وزارت همچنان افزوده است که در 24 ساعت گذشته هیچ بیمار دچار شده به کرونا بهبود نیافته است. در مجموع 27166 بیمار کووید 19 در کشور بهبود یافته و همچنان در 24 ساعت گذشته تنها یک فرد دچار شده به کرونا جان باخته است که با این یک نفر شمار جان باختگان بیمار کرونایی به 1370 نفر رسیده است. جهان سپاس، حال رسیدیم به پایان سرویس خبری این روز. تا سرویس خبری دیگر شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تلویزیون بامیان برای ساخت مستندها و برنامه های حرفه‌ای از مناطق دوردست هزارستان و افغانستان نیاز به حمایت مالی شما هموطنان عزیز دارد. برنامه های مورد حمایت، سفرنامه هزارستان. امروز آمدیم به دره ترکمن. هر نقطه هزارجاد یا هر قریه هزارجاد که بیاییم قصه های ناگفته زیاد داره. برگزاری دوره چهارم فیلمسازی، کارگردانی و بازیگری و همچنین تمام چیزایی که در یک فیلم ضروری و اساسی بود ما آموختیم. پارسال در دوره اولم اشتراک کرده بودم که هدف ما این است که در بامیان فیلم آمده میخواییم یک دایرکتر خوب و موفق شویم در افغانستان. امسال 50 نفر برای یک فیلم های مستند و داستانی رو میسازه. در کنار از اینکه فیلم سازی رو آموزش میبینه و کارگردانی و عکاسی و ایده دیناره و فیلم های از این هم در فستیوال بامیان نمایش داده میشه. واقعیت های هست در درون جامعه ما که ما میتونیم به شکل فیلم خیلی زیادتر را بروز بیتیم، بیننده های خیلی زیاد را در سرتاسر جهان داشته شم، مخصوصا چیزهای تاریخی یا مثلا قصه های که افسانه هایی که است اگر بخواییم را در قالب فیلم تهیه کنیم به نظر از من خیلی ماندگار میشه و اما هویت خود خورم میتونیم از طریق فیلم زنده نگه داریم. اکادمی فیلم و تلویزیون بامیان با برگزاری دوره‌های آموزش فیلمسازی، تولید برنامه‌های متنوع، فیلم‌های مستند و داستانی در 3 سال گذشته سعی کرده تا با انعکاس زندگی مردم و معرفی فرهنگ و تاریخ صدایه برای شما باشد. برای حمایت مالی از برنامه‌های اکادمی و تلویزیون بامیان به کمپاین آنلاین و یا وبسایت ما مراجعه نمایید. مژده مژده مژده
انرژی خورشیدی طلوع، هر نوع سیستم برق سولاری را در تمام نقاط افغانستان با بهترین کیفیت و نازل‌ترین قیمت از قبیل سولار، بایلر، بیتری، آب بازک، انوایت و سیستم های مکمل برق آفتابی را نصب و به فروش می رساند. شماره های تلفن و واتساپ مثبت 93-789-20-30-70 و مثبت 93-777-30-53-80.